سلام و وقتتان بخیر. به برنامه انتخابات 1398 با من ادریس همدرد خوش آمدین. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1398 با چالش ها، دغدغه ها و ناامیدی ها همراست. جز کمیسیون مستقل انتخابات برای 18 تکت انتخاباتی رهبرانشان اعتبارنامه توزیع کرد. بعضی از تکت های انتخاباتی اعتبارنامه را گرفتند و با شعارها و با متهم شدن کمیسیون به کندی و به ضعیف عمل کردنش استقبال شدند. اما تعدادی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بودند که انتقاد داشتند و کمیسیون و شرایط افغانستان اصلا برای رفتن به سوی یک انتخابات سرتاسری و ملی قبول نداشتند و گفتند آماده یک انتخابات نیستیم. در همین حال غلام فاروق نجرابی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با انتقاد از عمل کرده حکومت و مسئولین کمیسیون انتخابات اعتبارنامه خود را به رسم اعتراض نگرفت و گفت که ما زمینه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مساعد نمی‌بینیم. وی بیان داشت تا زمانی که حکومت موقت به وجود نیاید وضعیت به همین منوال ادامه پیدا می‌کند. شما مطمئن باشید که مداخله حکومت تا 12 سال دیگر رولاغنی را بالای مردم افغانستان حکومت خواهد کرد. مسائل است و نگرانی‌های از تشویش‌هایی است که تکت‌های انتخاباتی دارند، باورمند نیستند با عملکردی که حکومت دارد، استفاده از وسایل دولتی، استفاده از حاکمیت و قدرتی که در دست دارن و همچنان شرایط جنگی افغانستان دیده، میگن که به سوی یک انتخابات نمیریم، صلح در اولویت باید باشد. خوشبختانه امروز توانستیم که پوهان دکتر غلام فاروق نجرابی، رهبر حزب استقلال افغانستان و همچنان یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را در استودیو با خود داشته باشیم و پیرامون نگرانی ها، تشویش ها و مسائل انتخاباتی به بحث بگیریم. آقای نجرابی سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه انتخابات. سلام، احترام با تقدیم است. نخست میخواهیم بپرسم که دیروز اعتبارنامه تان نگرفتین و کمیسیون مستقل انتخابات بودین، میخواهیم که مشاهداتتان داشته باشیم که دیروز چی گذشت. دانشمندان و مفسرین و مسلحین و مدبرین یاد کردن و میگن که گرت صلح است، گرد صلح است، طریق مفلحت خود هم نوا گردد. اگر صلح همی باشه همه کامیابی و فلاحت است. گرد صلح است، طریق مفلحت خود هم نوا گردد. زبی صلحی و بی امنی حتی طریق مصلحت هم ناروا گردد. بناهن در شرایط کنونی، در شرایط کشورها در حالت جنگی تلاطمات ناامنی قرار داشته باشند، بخصوص افغانستان که در محل تلاطمات ناامنی و تلاطمات سیاسی دشوار و پیچیده اینا مواجه هستند، بنابراین عرض حال کنم که از همه خوبتر و بهتر و اعلاتر مسئله صلح است. در اینجاست که هرگاه صلح با وجود آید هم مفلحت با وجود آید، هم مصلحت و هم فلاحت. نظر به اینجاست که ما اعتراض به قسمی کردیم که البته صورت تحلیل و ارزیابی بررسی من در دیروز چندین جهت داشت. یک جهت به طرف آنمو حضور دکوریشن و کوردیشن و کوپریشن مسائل آن روز انتخاباتی بوده که یک سلسله کم کاستی ها موجود بود که موجب تقریبا نارضایتی و نابرابری با ما شد، چون مردم افغانستان ما دوست دارم، من خدمتگار مردم افغانستان هستم، بودم، هستم، می باشم، هم به حیث یک سیاستمدار و هم به حیث یک دکتر و طبیب و حرمت هموطنان و خبیثا زیاد دارم. با همه کمی کاشتی هایی که در آن دیکوریشن آن روز کمیسیون انتخابات بود، من دست اعتراض بلند نکردم، مگر از آن جایی که من یک شیوه میراثداری از پدران نیاکان و اجداد قهرمان و مادران تاریخی خود دارم، در مقابل آن بیگانگانی که سوی نظر و نظر تصاحب تمالک در فکر تمالک بر افغانستان باشند، نتانه که همسو هم طرف نیستم، در مقابل تا حد جان تا پای جان من مقابله خواهم کرد. به می ملحوظ بود که من تماما دست انگشت انتقاد خود را به طرف این خارجی ها بلند کردم و اینطور اعتراض کردم که شما خارجی ها میگین که زمان میگین که انتخابات برملا شود،
در بعضی ها میگن که صلح مقدم تر است، خوب تر است، برای صلح برملا میسن، و در بعدن میگن که به خاطر که نسبتا انتخابات در شفافیت انتخابات شفافیت باشه، بنا اداره موقت گفت خودم خارجی هستن، زمان صلح را پیشکش میکنن، زمان اداره موقت پیشکش میکنن، و زمان هم پروسه انتخابات ها. و زمان گفتم میشه که همزمان آیا امکان دارد که در یک دست دو تربوز گرفته شود؟ اینجا تا سه تربوز برملا میشه که هم پروسه صلح، هم اداره موقت و هم انتخابات. ما به می خاطر یک اعتراض سر به صراحت لهجه و انگشت انتخاب در طرف خارجی ها که بگذارین به زخمه های سیاسی و اجتماعی اقتصادی مردم بیچاره افغانستان بیشتر از این نمک نپاشید، نمک گذاری نکنین. ما در قسمت التیام زخمه های ناسور کرونیک کره خود بپردازیم، با التیامشان شما بیشترین مزاحم بده نشوین. ما افغان ها با فرم و نرم افغانیتی که با هم جور میم به هر شکل باشه، مگر شما هستید که نمیخواین ما را با هم یک توافق نظر پیدا بکنیم و اختلافات دامن میزنین. از جمله موضوعات چندینگانگی، موضوع انتخابات و صلح و اداره موقت. بله دکتر صاحب، یگانه کس شما بودین که خواستین اعتراض کردین و اعتراضتان هم اکثریت مردم مورد ستایش قرار داد و گفتند واقعا چنین شرایط ایجاب نمیکنه به سوی انتخابات بریم. چگونه، چرا دیگر نامزدان نخواستند با شما هم پیمان شوند، به طرح شما یکجا شوند، و چگونه شما حاضر شدین واقعا همه تکت ها علاقمند هستن که زودتر انتخابات شود و به هر ترتیبی که میشه باید انتخابات برگزار شود، برن به سوی یک انتخابات، اما شما با وجود از اینکه رهبری تکت تان به دوش دارین اما قربانی میتین، نمیخواین که به سوی یک انتخابات برین، صلح ترجیح میتین به مردم افغانستان. میخواین که تحلیل تان داشته باشم که چرا همگام با دیگران هستین، هم فکر با دیگران هستین. هر شخص، هر فرد دیدگاه خود دارد. بله. نظر هر کس برای خودش از نگاه تحلیل ارزیابیش معتبرتر است، و در اینجا نظر ما قسمی است که در قدم اول باید صلح حکم فرما شود تا بتونیم در پرتو روشنایی صلح ما یک انتخابات اگر کاملا شفاف و کاملا تخلف عاری نتانیم، نیمه شفاف و نیمه از تخلف و تقلب ما باید داشته باشیم. نظر ما ایست. ما به این نظر هستم که از دیدگاه ما برای انتخاباتی که نیمه شفاف و نیمه عادلانه باشد، نه مکان افغانستان، نه زمان افغانستان، نه شرایط افغانستان آماده و کسایی که علاقمند عزیزتن تلاش دارن به خصوص تکت های انتخاباتی که زودتر انتخابات باید برگزار شه، به نظرتان اینا با کدام طرح به پیش میرن؟ اینا در صدد چی هستن؟ ما چون اونا نظر خودشان برای خودشان معتبر است، هیچگاه بر خود اجازه نمیتیم که در قسمت نظر مردم ما نقدی داشته باشم، اونا از خود دلیل شاد داشته باشن. مگر ما به این نظر بودم و هستم برایشان به شکل یک انتباهی آگاهی دادم که اگر بدین گونه انتخابات پیش برده شود که هم کوزه و هم کوزگر و هم گل کوزه، هم بر سر بازار خریدار کوزه اگر باشند، که یعنی که هم رئیس جمهور هم کاندید، به هدف ما ندایه یا انتباه برای کانده محترم بوده که اگر به این گونه انتخابات شما اجازه میدین که برملا شود، مطمئن باشین که برای 5 سال دیگه حتما آقای اشرف غنی جمهورتان هست، بیا کمیال من خط بتم. و ای خو صرف نظر ازی ای خو هست، اگر همین گونه پیش بره برای 10 سال دیگه هم بر ریاست جمهوری قبولی یا جمهوری محترم رونا غنی شما هم آمدی داشته باشین. ما دلیل دارم به این منظور که 5 سال که برشت آقای کرده 6 ماه بعد 12 و 14 ساعت ادامه پیدا نکرد، این شیوه را تقریب میکنه. وقتی 5 سال دیگه هم پوره شد 2 دوره، پس از نظر امید قانون ساخته و بافته بیرونی ها بیگانه خواهان اجازه نیست برش، مگر میگو که فعلا خانم کاندید است. کجا در قانون اساسی قانون انتخابات است که یک خانم نمیتونه کاندید بکنه؟ با داشتن اینمی فقره میتونه کاندید بکنه. هر کس اعتراض بکنه که 2 دوره خود رئیس جمهور بودی، این خود خانمت است، میگه در کدام یک قانون اساسی انتخابات است که یک رئیس جمهور یک دوره پوره شده خانمش نمیتونه کاندید بکنه؟ بس در این بند ماده قانون انتخابات قانون اساسی مردم افغانستان در یک اخفال گرفته. مطمئن باشند که زور داره، زر داره، صلاحیت داره، صلابت داره، قدرت داره، اداره داره، یعنی که از
بسیار بخش دیگه گفتم ترکی خدا به از کاتبگی شروع تا به وزیر و تا به معین همه در اختیارش است، میتونه که این پروسه را به خود به نفع بچرخانه. و موضوع دیگری که من خدمتتون عرض کردم که نظر مردم در ایران دابطه چی است. تا جایی که من به حیث یک دکتر طبیب خدمتکار مردم هستم، 99.5% مردم افغانستان با انتخابات راضی نیستن به این گونه انتخابات و همه اعتراض دارن که به انتخابات هیچگاه زمین مساعد است، به خصوص زمانی که تداوم حکومت موجود باشه و حکومت خود از او هم در تکت انتخابات داشته باشه. بدین گونه ضروری نیست که انتخابات برملا شوه. شخص مد نظر خودش رئیس جمهور است، ضرب انتخابات نیست، نه انتخابات صورت بگیرد، نه پول مصرف شود، نه مردم سرگردان شود، نه شرایط امنیتی هم برهم زده. و این هم ما هم گفتیم که هرگاه به این شیوهی که جبران قبیحاً و کریهاً برای مردم افغانستان تحمیل میشه، مثل تحمیل نمودن عمل جانکیری و آل به شخص دیگری که برای مردم افغانستان قبول بکنه، به این گونه انتخابات را حلقه اختناقی که در بطن مردم افغانستان و از دولت بود و آل در صدر رسیده، اگر به این گونه انتخاباتی که در نظر است که آقای رئیس جمهور و ارگداران و ارگنشینان سال صلابت و صلابت قدرت باشند کانیم باشند، این حلقه اختناقی میدونه که به گردن اول دولت و حکومت افتیده و از نگاه امنیتی فکر میکنه که چهار اطراف کابل را محاصره مخالف دولت قرار خواهد گرفت. ما انتبیه دادیم، نظر دادیم، آنچه نگه میگم اگر نشد من بیار سند برتان میتونم. ممنون. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره به شما برمیگردیم. بینندای عزیز یک رفت و برگشت کوتاه میگیریم. راست است. حالا با فال نموده این بسته ماهانه 1000 دقیقه اتصالات به اتصالات در بدل 200 پونی 1000 دقیقه دیگر کاملا رایگان به دست بیارید. برای فال نمودن این 200 را به 3378 پیام کنید. دقایق رایگان اضافی قابل استفاده ساعت 11 شب الی 5 صبح. همیال فالش کنید. با اتصالات آینده از شماست. خوش آمدید به بخش وسترن یونین بانک اسلامی افغانستان. شما می توانید با استفاده از وسترن یونین بانک اسلامی افغانستان در سرتاسر جهان پول را دریافت و یا انتقال دهید. افتتاح غرفه های جدید وسترن یونین جهت عرضه خدمات از ساعت 8 صبح الا 10 شب در نمایندگی های شهر نو، میرویس میدان، مکرو ریان دوم، دشت برچی و حصه اول خیرخانه آماده ارائه خدمات می باشند. وسترن یونین بانک اسلامی افغانستان سهلترین و سریعترین راه برای انتقال پول در سراسر جهان. بانک اسلامی افغانستان، راه به سوی کامیابی. خانم ملگرو، ستاسو په فکر یو خوړندیز باید څه ډول وي؟ ممتاز خاص. ممتاز خاص؟ هو ښاغلیه، ممتاز خاص د اتصالات لخوا یو نوی وړاندیز دی چې درې کڅوړې لري او حیرانوونکې ګټې لري، لکه د اتصالات شمیرو ته اړیکه هره دقیقه په 1 افغانۍ، نورو کورنیو شمیرو ته اړیکه هره دقیقه په 2 افغانۍ، او د کڅوړه کې شاملو سیم کارتونو ترمنځ نامحدوده اړیکې وړاندې کوي. لومړنۍ کڅوړه کې یو طلایي او یو نقرهیي سیم کارت، 4 جی بی انټرنټ او د اتصالات شمیرو ته 0 دقیقې په 650 افغانۍ لاسته راوړئ. دوهمه کڅوړه کې یو طلایي او یو نقرهیي سیم کارت، 8 جی بی انټرنټ او د اتصالات شمیرو ته 2000 دقیقې په 0 افغانۍ لاسته راوړئ. دریمه کڅوړه کې 2 طلایي سیم کارتونه، 12 جی بی انټرنټ او د اتصالات شمیرو ته 3 زره دقیقې په 1250 افغانۍ لاسته راوړئ. ډېر ښه ملګری، د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه. آقای نجرابی، میخوایم بپرسم که نگرفتن اعتبارنامه از سوی کمیسیون به معنی چیست؟ تحریم انتخابات، اعتراض یا انصراف از انتخابات؟
بسیار خوب موضوع را طرح کردین. یکی استعفا است، یکی انصراف است، یکی تحریم است. استعفا بر وضع استفعال به معنی خواستن و طلب کردن استعفا نامه که استعفا یک شخص عاجز در این یک پدیده معجوزه در مقابل پدیده معجزه آسا و معجزه سا او سر تسلیم بار میره که او استعفا گفته میشه که به او به ایمانا که او معجزه نشان میده ای او عاجز میده در مقابل از او نمیتونه مقابله کنه او معذرت میخواه عفو میخواه پس من خصلت من است که جز از خداوند پاک که او مرا پیدا کرده است از او استعفا و عفو عذر میخواهیم از دیگه پدیده نه استعفا خواستیم نه استعفا میخواهیم یک موضوع انصراف انصراف بر وضع انفعال یکی از باب انفعال این است که از یک کلکتیف یک بخشش جدا میشه این اگر ما انصراف میدادم پس از امو کلکتیف کاندا ما خود جدا میساختم پس انصراف در حقیقت یک عجز است یک تعجیز است عاجزی است تحریم بر وضع تفعیل از باب دوم فعل صرفی است که یکی از خواصش قوت دادن است جرأت نمودن است مثلا تقدیم می نمایم تحریم می نمایم شما تحریم کردین تکریم می نمایم بناهن ما یک اعتراض نامه انگشت انتقادی بالای این خارجی بوده که پروسه و پروژه و پروگرام انتخابات افغانستان را در گذشته هم در دست داشتن اکنون هم دارن در هم خواهند داشتن ما یک انگشت اعتراض به اونا داشتم نه انصراف کردم نه تحریم نمودم بلکه انگشت انتقاد نامه ما داشتم که بلند کردم به طرف خارجی ها بله خارجی ها چی نقشه داره در انتخابات افغانستان که اینقدر شما را نگران ساخته واقعا بودجه انتخابات افغانستان هم خارجی ها تمویل میکنن اگر اونا بودجه انتخابات نتن ما حتی به سوی یک انتخابات رفتن نمیتونیم پس بدون کمک بدون هماهنگی با خارجی ها آیا میشه که افغانستان یک انتخابات داشته باشه مثلا بخشین که یک مطلب بسیار سیره ما شما داریم که کدام شخصی بود کارگر و بزرگر بوده در یک کشدار و شودیار دید که یک دنبه بسیار پاک و صفا افتیده است والا گفت چی خوب صفا و پاکدگی است بیا که همی را بگیرم بردارم ببرم البته او یکی از امو موجودات بسیار هوشیاری بود زرنگی بوده فکر کرد که چی شکار خوبی بدون کدام تکلف پیدا شده چند قدم یک برداشت خب دقیقا همی قلبی کرد گفت نه تا نباشد سرکار دنبه در شد یار چه کار گفت حتما کدام فلسفه است او دیگه یک شکارچی دام شانده بوده که دام بوده بگیره از به استقلال آنچنان ما را ترین کرده است که در قسمت حرکات بیگانه و بیگانگری عمیقا دقیقا از کنج زوایای خیلی اساسی و سیاسی ما نگرسه بودیم منگریم شیوه عمل کرده فرانسوی ها از زمان ناپلون تا من حکنون شیوه حرکت انگلیس ها از آن زمان جنگ های اول افغان انگلیس تا من حکنون شیوه عمل کرده تجاوز شوروی ها از امان زمان تا حکنون شیوه عمل کرده به شکل استعمار نمید از امریکایی ها از زاویه از دیدگاه زاویه اساس حزب استقلال افغانستان هیچگاه اونا فراموش شدگی نیست در پرده اغفال کارگردان حزب استقلال کس بیجا نمیتونه به حیث یک کارگردان حزب استقلال ما عمیقا دقیقا و ظریفا این موضوعات را ارزیابی کرده بودیم سیستم حرکات بیگانگرایی بیگانوایی را ما ارزیابی کرده بودیم ارزیابی میکنیم و آنده هم در ارزیابی خواهیم داشت بناهن و نتیجه ارزیابی هایتان چی بوده؟ آن چیزی که گفته بودیم امان تو شد بناهن عرض حال میکنم که ایدولوژی های صادر شده شخصیت های فرستاده شده معمر اعمار وطن و مسئل اراده مردم مملکت افغانستان نشده نمیشود و نخواهد گردید ما برای ما شما ثابت شد اینمی پروسه بیگانگان بوده که بدبختی، درگیری، بحران وطنی، شفاق مردمی از آن پاشدگی ملی دامنگیری مردم ما شد بله 18 سال چگونه ارزیابی میکنین سه انتخابات ما همچنان پشت سر کردیم کمیسون هایی داشتیم که هیچ وقت نتونستن واقعا رضایت مردم رو به دست بیارن در 18 سال چقدر واقعا دستاورد داشتیم که امروز حکومت در نخستین گپش یکی از حرفایش همیست که نباید دستاوردهای 18 سال قربانی صلح شود باید به سوی انتخابات بریم آن چیزی که من عرض حال میکنم ما همیشه در صحبت ها بیانات خود گفتیم که یکی از ویژگی های مشخصات ما قسمی است که هیچگاه بدون اسناد ما صحبت نمی کنم بله در گذشته هایی که در سه دوره گذشته ما کاندید ریاست جمهوری بودم
در لویه جرگه در آن زمان علاقه من بودم که رئیس جمهور شم. آن زمان نسبتا عدالت موجود بود، نسبتا اینقدر فریبکاری و نیرنگ بازی نبود. مگر بعد از او این کارت سال 83 که من کاندید بودم، در اون زمان من این انتخابات تحریم کرده بودم، رای هم معلوم میشه ندادیم. میبینید بله. ما تحریم کردم، کمیسیون مستقل انتخابات از تحریم آگاه شد که در پشت کارت نوشته کرده که زمینه بر انتخابات مساعد نیست، مداخله بیگانگان در امور مسائل انتخاباتی برای ما معلوم و مشهود است، بناهن انتخابات تحریم است. ما در کارت نوشته کرده بودم زمان کمیسیون مستقل انتخابات آگاه شد، با استشاره و همکاری دولت مردا وادار ساختند که ای باید از این موضوع مصرف نظر کردم. بالاخره حاضر شدند که بر من کارت دیگه ای دادن روی باز ملحوظات. کار دیگه من نگرفتم، خدا بخشد مرحوم معاون امنیت اونا گرفته بودن، دو روز بعد برام دادن همین کارت. وقتی که برام دادن، چون من پروسه انتخابات باور که شفافیت باور من نبودم، حتی برای خود رای نهادم. میبینید یعنی کارت دوم از کارت اول اگر کمیسیون نمیک دو شکه ده بود که انتخابات انزا تحت تعیین کار. اگر اینقدر بی باور بودین بر کمیسیون و فعلا هم بی باور هستین، چرا خواستین این بار وارد اجازه بدین برسیم. این کارت دور دیگر انتخابات سال 88 بود، 41 نفر کاندید بودیم. میبینین بله کارت گرفتم به خاطر اینکه من را پیدا بکنم با کاندیدوری ما با انتخابات. اگر من کارت نمیگرفتم من نمیتونستم کاندید شوم، به این خاطر کارت گرفتم. مگر آنقدر بی باور بود من تا دو زمان برای خود رای ندادم. ببینید دو دوره به خود رای ندادید؟ بله رای ندادم. از من سوال میکرد همکاران نزدیک و وقتی که پروسه و پروژه و در استنتاج نتیجه انتخاب معلوم است، این یک رای من چه خواب کرد؟ هیچ کار نمیده. چرا مقایسه نیست؟ وقت رئیس جمهور تعیین شدگی است. امین اکنون هم ما در ارگم گفته بودم، اکنون هم میگویم دانمیم که سرنوشت و در استنداد نتیجه انتخابات گریه خورده به اراده بیگانگان، به همکاری بیگانه خواهان و بیگانگرایان و در رأس امریکایان. بنان یک فرد ممیر بگی خط برتان میتونم که یا تعیین شده است یا تعیین میشوه. او که خواد بود من نیستم، به خاطر که من یک بیگانه ستیز هستم نه بیگانه خیز. بنان از دیدگاه من نتیجه انتخابات با آن گونه است که من قبلا مستعد عرض حال کردم. دمی اکنون با مو شیوه که من قضاوت کردم با آن گونه نتیجه انتخابات پیش میره. دا گز دا میدان براتان ثابت خواهد شد. و هدفتان از کاندید کردن؟ هدف ما از کاندید کردن ایست که اگر من کاندید نباشم، آیا برای من اجازه میدن که من با بسیار جرأت با متانت و شهامت سیاست و جماعت و اسلامت و انسانیت و افغانیت من صحبت کنم؟ اجگاه نمیتونم. این موضوع را این موقف برای من کانتوری میده. بناهن اگر من به حیث یک سیاست مدار صحبت میکنم از یک میدیا، تن افغانستان میشنوه و بیگانگان نمیشنوه. اگر از پوست را جمهوری از پشت تریبیون کانتوری جمهوری من اگر صحبت میکنم، جهان و جهانیان میشنوه. بران اهداف مردم افغانستان را به جهان و جهان میرسنم. هدف من در او زمان هم مسئله سیاسی بوده، اکنون هم است. مسئله انتخاباتی نبود، اکنون هم نیست. بله، اگر آقای غنی رئیس جمهور باشه و به می ترتیب به سوی انتخابات بریم، نتیجهش چی میبینه؟ ما عرض حال کردم که همیشه بارها گفتیم که آقای اشرف غنی به همیاری و همکاری دانشمندان و دراکان و حساسان او به اریکه قدرت رسید. از جمله خود من سهم حساب باری داشتم که این اسناد آقای اشرف غنی است، این دیگه اسنادش است، دیگه در بینش است، این هم دیگه سند آقای اشرف غنی است، هم اسناد آقای اشرف غنی است، این دیگه سند آقای اشرف غنی است، اسناد دیگه این در اینجا وجود دارد. ما به خاطر اینکه یک چهره نه به انتخاباتی یا جمهوری بوده، ما این را همیاری و همکاری کردیم. اگر می دانستیم که این گونه این شیوه عمل کرد باعث از این میشه که از بد بتر میشه، اجگاهی کار نمی کردیم. امروز پشیمان هستین از حمایتتان؟ بیاین به طرفان قضاوت بکنیم. ما هیچگاه از عدالت و از انصاف عدول نمی کنم. از عمل کرد خود در برابر ای که به ملت چه جفا می کنه بله. من ناراضی هستم و از ای که از ما مشوره نگرفت، نه باعث یک مامور، من با دولت ها نمیخوام من مامور باشم، اما مقام علمی پیش من بالاتر است. باعث یک مدرس، باعث یک استاد، این وظیفه من است که من در تربیت جوان ها باعث یک طبیب هم کار باشم. مگر اگر دیگه وظیفه داری بده شما انجام ندادم، بنا ان مرضی نیستم با دولت مقابله کرده باشم. من من حیث یک مادونی حرکت بکنم، این غرور برام داده است. مگر
همه کاستی و کمی آقای اشرف غنی دارد. ما شما میبینیم 99.5% مردم افغانستان از این ناراضی است. بله. مگر بازم قضاوت بی‌طرفانه من قسمی است که گرچه من سخت از پیش ناراضی هستم، بسیار ناراضی هستم. حتی کدام موارد بسیار شما را ناراضی ساخته؟ موارد از این خودش برای من قول داده بود در کمپاینایی که یگان وقتی که مجلس مهم می بود خودش تلفن میکرد یا غیر مستقیم تلفنش من میرسید، من نمیرفتم چون دکتر بودم، مسئول عملیات و مریضادی بودم، نوبت میرسیدم. بیشتر امیل ازم بشنوه که آیا وقتی من در آن مجلس مهم میدرآمدم تو پیشیم نمیامدی، دستم گرفته در پالود نمیشاندی، حتی در لوژ در پالود نمیشاندی، از من چی رقم مشوره میخواستی؟ مشوره یک بار نوادم. حتی در زمانی که بالاد بازی از روحانی اعتراض میکرد، من اعتراض روحانیون مرتبه را رد نکردم. نشانی ای که خودت بازی اصناد کشیدی که من عالم دین هستم، این کتاب های معلوفه ایم هسته که نشان دادی، من تصدیق کردم در حضور برادرزاده نورمد اعتمادی که اعتمادی سیب که خودت بر من را با اون معرفی کردی که این 3 دوره کاندید بود، اگه کاش که بازم کاندید مستقی بازی بودی داکتر سی بود و حتی یک کسی را پیشنهاد کردم که امیرم در تیمت در تکت قبول بکو و میخواه به طرف شما بیم، من واسطه شدم، چهارمین مقام برش دادی، تو گفتی که دکتر صاحب خوب کردی ایده با معرفی کردی، عمو نفرم نگفت که دکتر صاحب خوب کردی که مرا معرفی که مقام چهارم گرفتم. بالاخره در بین چی شد؟ انزوا و پریشانی و علی دیگر هدفتان آقای ضیاء مسعود خونه است؟ بله حتما است. مولوی عبدالرحمن از نجراب است، گفت که من دوست احمد ضیاء مسعود هستم، برای من گفتم میخوایم به تیم تعال تداوم برم، او میفهمید که من اشرف غنی غیر مسئله همکاری کرده. بله. چندین مرتبه برای من گفت، گفتم خواهم این کار میکنم. در این مجلسی که میاد کردم که نورامد برازادی نور اعتمادی بوده، در این مجلسی که این مسئله چند معلوفه کتاب دینی کشید، در این مجلس در پالوی مرد پالوی خوشان در زمین از باز مسائلی که اعتراضا بالاش از طریق علما و روحون مردش کردم، او را و تایید کردم که یک شخص عالم دین هم است. من وقت هم کردم که یکی از آمدن من میشه که احمد ضیاء مسعود میخواه به تیم بیه، شما باید این را قبول بکنین. بعد سر پیشنهاد من طول شد بعد از اینکه این معامله است که نه تو از من گفتی خانه تابت، نه طرف مقابل خانه تابت، پس این طور حالت ها بوجود آمد. بس بی‌طرفانه قضاوت میکنم، با همه کمی و کاستی زیادم، با همه ناتوانی اداری زیادم، مگر با هم به مقایسه با گذشتگان این باید بگم که به مراتب از دوره های گذشته از کتان کرد به مراتب خوبتر است. به دلیل چی؟ بله. دیگر ها از تکوتاری کردن فساد و فساد پیشگانه زور و زور مردانه، مگر این خود تانه است که جلو چند تا زورمند و زورگوی خود گرفت در حال حکومت دوگانگی. من به این بار هستم که اگر حکومت یک سر می بود میتونه از چندین تن دیگه هم از زورمردا این جلوش را بگیره. ناراضیت ما زمان با وجود آمد که این در قسمت پارلمان عمیقا و دقیقا فکر میکرد. این پارلمان یک آلوده فساد است، این آلوده که مرکز فساد اداری، فساد سیاسی، فساد اجتماعی، فساد اقتصادی، فساد نامنی، حتی تا سر فساد فساد اخلاقی است که ما اسناد داریم. خب به عوض از اینکه در قسمت تصمیم میگرفت میکنه امی اعضای پارلمان این 9 سال است بی‌عدالتی است که اضافه دوام میکنه، از پیش احترام نخواهش میکرد که شما تقریبا 2 دوره هستین، به این دوره از الف تا یا از کی تا می بالاخره با داشتن فرمول تا اجتماعی بدگرا بگذارین. در اول عموطور یک شایعه بوده که تقریبا اگر از اعضای پارلمان و سابقه 5 دار فرمانده باشه مطابق کمان کشیده شده است، اما چون نبود ما هم چشمی اومده داشتیم، مگر برعکس بعدا شدیدیم که آقای اشرف غنی با هم چه اشخاص پس در معامله دارم آمد به این معامله ای که من خود توی کادیت خواهم میکنم شما را میاری که بکنین، من شما را پس غیر مستقیم زمین افتاد میکنم شما پاس بده و دیگه وکیل پارلمان باشین، که من از این مرکز سخت ناراضی هستم، در مقابل جدی هستم و در مقابل تا پایجان در مقابل مقابله میکنم، با اصلا مقابله میکنم. همه تو میگم که همون نرمه های کراتی های زامتی که 11 کراتی هست بگو آقای اشرف غنی چند تاشت پوره کردی، خدمتگار مردم افغانستان کلش پوره کردیم با اصلاد نشان میتونم، مگر بیا یک بی‌طرفانه قضاوت بکنیم، عادلانه قضاوت بکنیم، انصافانه قضاوت بکنیم که از گذشته ها به مراتب خوبتر است، به خاطر که تانست که جلو چند تا زورمند و زورگوی بگیره و مد این نظر هستم که اگر حکومت یک طرفه داشت امکان داشت که زیادتر این کار میکرد. در آینده اگر رئیس جمهور شود اگر به میشی عمر حرکت بکنه یگانه کسی که تا پایان، البته من جبهه گرم ندارم، من قوت مردمی دارم، بصراحت لجریان میکنم، من نه طالب هستم نه داعش، در گذشتم حزب اسلامی نبودم، چرا کم توجیه میکردن که یکی از کارگردانای اساسی و نهادی و بنیادی قوی حزب اسلامی آقای دکتر فرونجابی است؟ چطور شد؟ صاحبش بتان؟ نمیگفتم نیستم،
بله به این اقرار میکنم من که نمیشم که حزب استقلال و وجوهات مشترکه داشت، مگر افسوس به اون حزب و قوتی که نتونستن که درست کارگردانی میشد. خب به ترتیب برمیگردم بس که به اصل کپ که هرگاه اشرف غنی بدین گونه ای که حزب بازم حرکت بکنه، یگانه کسی که با علم و قلم و زبان و